سلام خوش آمدید به اخبار شیه در افق پانوراما وزارت بازسازی عراق از پیشرفت سریع بخشی از راه زمینی شهر مقدس کربلا به مکه مکرمه و مدینه منوره که به راه حج شهرت دارد خبر داد بر اساس بیانیه وزارت بازسازی عراق که نسخه از آن به دست خبرگزاری شیعه ویوز رسیده آمده 71 درصد از بخشی از راه حج به پایان رسیده و بقیه پروژه ساخت این مسیر با سرعت ادامه دارد و در آینده نه چندان دور محقق خواهد شد گفتنی است طبق این بیانیه این بخش از این بخش که حد فاصل منطقه نخیب تا شهر مقدس کربلاس است 95 کیلومتر طول دارد و عرض این اتوبان 7.5 متر است و تا به این لحظه 71 درصد از این مسیر پایان یافته است شماری از نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران در افغانستان از حکومت کنونی افغانستان خواستند تا حمله اخیر در شهر مزار شریف به خبرنگاران را پیگیری کند دانش رئیس خبرگزاری پژواک حمله گروه سنیهای تنروی داعش به خبرنگاران در مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان را محکوم کرد و گفت این حمله به آزادی بیان و مردم افغانستان است وی افزود مسئولان مربوطه باید این رویداد را به صورت جدی پیگیری کنند و عاملان آن نیز شناسایی شوند حمله به خبرنگاران در مزار شریف که گروه تروریستی داعش آن را به عهده گرفت محکومیت های داخلی و المللی را در پی داشته است بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد که عامل اصلی آتشسوزی در اردوگاه اقلیت مسلمان روهینگیا در ساحل جنوب شرق کشور بنگلادش یک اقدام خرابکارانه بوده است این تحقیق بعد از مصاحبه و گفتگو با 75 نفر از حاضرین در محل آتشسوزی که 50 نفر آنان از مسلمانان روهینگیا بودند به دست آمده است تحقیقات در مورد آتش سوزی رخ داده در اردوگاه آوارگان روهینگیا که پنجم مارس رخ داد و بر اثر آن صدها خانه در آتش سوخت همچنان ادامه دارد مسجد کنگو زیر نظر موزه ملی جنوب کنیا قرار دارد این مسجد در سال 1982 میلادی به منظور جلوگیری از سوء استفاده منفعت طلبان و قارتگران به عنوان میراث ملی کنیا شناخته شد مسجد کنگو قدیمی ترین مسجد در شرق جنوب و آفریقا است و توسط بازرگانان ایرانی ساخته شده است این مسجد قرنها پا بر جا بوده و گمان می رود با استفاده از سنگ های مرجانی در قرن چهاردهم توسط بازرگانان ایرانی ساخته شده باشد در آن زمان سواحل دیانی یک مرکز اقتصادی مهم بود این مسجد به عنوان یکی از قدیمی ترین مساجد شرق آفریقا شناخته می شود و هنوز هم نمازگزاران را به خود جذب می کند معماری این بنا که قبلا به نام مسجد ایرانی دیانی در مونباسا شناخته می شود به اندازه کشف آن منحصر به فرد است این مکان اکنون به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده است زیرا بازدید کنندگان خارجی زیادی از این منطقه بازدید می کنند. حقوق بشر سازمان ملل متحد طی بیانیه ای اظهار داشت شورای امنیت باید تدابیری جدی در قبال تخلفات رخ داده در میانمار بر اساس قطنامه دسامبر سال 2022 اتخاذ نماید بر همین اساس مقرر شده شورای امنیت در تاریخ 13 مارس 2023 جلسه ای در مورد میانمار با حضور فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور میانمار وزیر امور خارجه اندونزی و رئیس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان تشکیل دهد در این جلسه قرار است نماینده ویژه دبیر کل و وزیر امور خارجه اندونزی برای شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتار، شکنجه، دستگیره های غیرقانونی و سایر جنایت جنگی که در این کشور اتفاق می را شفاف سازی کنند شایان ذکر است قطع کمک های مالی، گام بعدی و حیاتی برای جلوگیری از جنایات و کشتاری است که هر روز در این کشور شاهد آن هستیم جوانان نیجریه هیچ راهی برای امرار معاش ندارند لذا یا از این کشور مهاجرت می کنند یا برای درآمد معاش مجبور به پیوستن به گروه های شبه نظامی و انجام جرم و جنایت می شوند گفتنیز جوانان نیجریه و روستاهای این کشور به علت مشکلات مادی نمی توانند تحصیلات خود را به اتمام برسانند لذا مجبور به مهاجرت به کشورهای مانند ساحل آج و گابون می شوند تا در معادن طلای این کشورها کار کنند شاهن ذکر است سازمان ملل نیز طی گزارشی اعلام کرد به علت بیکاری جوانان نیجریهای مجبور به مهاجرت و یا پیوستن به گروههای شبه نظامی میشوند و این یک هشدار جدی بینالمللی به حساب میرود رژیم سعودی در چارچوب سیاست انتقام از شیعیان این بار روسای شیعه نشین البهاری را به بهانه طرح توسعه هدف قرار داده است کار تخریب و از بین بردن ساختمان های داخلی روستای البهاری به بهانه اجرای طرح موسوم به طریق تحدی جاده چالش آغاز شده است این تخریب ها همچنان شامل مساجد و موقوفات و بناهای قدیمی متعددی است که حکایتگر میراث و تاریخ قطیف است منابعی از داخل قطیف در آن زمان اعلام کردند برخی از خانواده‌ها مجبور به امضای مصوبه های سلب مالکیت شدند که بیش از 1200 ملک سلب مالکیت شد و همه ساکنان بدون قرامت آواره شدند آل سعود با تخریب منازل و مغازه و پاساجهای تجاری شیعیان مناطق شیعه نشین منبع امرار معاش آنها را در چارچوب سیاست انتقام از ساکنان قطیف و الاحصا ادامه می دهند شهر بدفورد ایالت نوا اسکوشیای کانادا میزبان بازارچه ایالتی به مناسبت ماه رمضان است. صاحبان مسلمان مشاغل مختلف در بازاری در مرکز تفریحی لبرون در بتفورد شرکت می کنند و محصولات خود را به مناسبت ماه رمضان عرضه می کنند. این بازار یکی از رویدادهای محلی به شمار می رود که به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شده است. این بازارچه از ساعت ده صبح تا هفت بعد از ظهر فعالیت می کند. اخبار دریافتی خبرنگار اخبار شیعه ها از آن است که جمعی از شیعیان هندوستان در حاشیه مراسم مذهبی با امضای توماری خواهان بازسازی حرم مطهر ائمه اطهار علیهم السلام در قبرستان بقی شدند. حجت الاسلام امین ادیب هندی وکیل بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله یا صادق شیرازی دامظله که از حاضرین در این مراسم بود طی اظهاراتی در این باره به خبرنگار اخبار شیعه گفت در هاشی مراسم با شکوه شیعیان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام به امضای توماری با هدف مطرح کردن درخواست بازسازی حرم مطهر ائمه علیهم السلام در قبرستان بقی در شهر مدینه منوره اقدام ورزیدند وکیل مرجعیت شیعه افزود این تومار که صدها امضا پایان خورده برای دفتر نخست وزیر و همچنین رئیس جمهور هند ارسال گردید تا با اقدام و اعمال فشار دیپلماتیک علیه حکومت سعودی آل سعود را به بازسازی بقی وادار کند لازم به ذکر است این مراسم در تاریخ هجدهم شعبان المعظم در جمع هیئت تنظیم جعفری واقع در منطقه لکنوی هندوستان برگزار شد هیئت تنظیم جعفری تحت سرپرستی خطیب اهل بیت علیهم السلام سی شوزب کاظم جرولی اداره می شود خدا نگهدار تا قسمتی دیگر از اخبار شیعه در افق پانوراما